ما به اونچه که سرمایه دنیا و آخرت ما هست توجه کنیم و اهمیت خاصی بدهیم. اونچه که متعلق به دنیا هست و متعلق به ما هست، حتی وجود ما، همه رو به فنا هستند. روزی رشد می کنند، روزی از رشد می افتند، روزی قدرت دارند، روزی زبون و ناتوان می شوند. اما سروران، ما بیاییم خود را مزین به کلام الهی بگردانیم، مزین با آیات قرآن مجید بگردانیم. لحظات ما وقتی که مزین با قرآن بشوند، زبان ما وقتی معطر به تلاوت آیات الهی بشود، عمر ما وقتی که با ارزش بشود با آیات قرآن مجید، اون زمان است که حسرت هم در دنیا و هم در آخرت از وجود ما برداشته می شود. سرمایه‌ای که همیشه به امراه ما هست، چه در دنیا و چه در آخرت، عبادت هست، ذکر رب العالمین هست که بزرگترین ذکر تلاوت قرآن مجید هست. ما همیشه حسرت می‌خوریم بر چیزی که دیگران دارند و ما نداریم یا توان حاصل کردنش را نداریم. اما اون چه که در دنیا هست در حقیقت لایق غبطه نیست، لایق حسرت نیست که مسلمان بر اون حسرت بخورد، چون بقایی ندارند. به چه حسرت بخوریم؟ به چیزی که عمر کوتاهی دارد، به چیزی که بقا نداره. ما اگر فرزندان خود را ببینیم، این فرزندان ما هم رفتنی هست. اهل و اولاد را که خداوند متعال اونها را سبب فتنه و سبب غفلت می دانه، ما اگر با اونها سرگرم بشیم، اینها هم رفتنی هستند. مال و ثروت اگر کل عمر ما را صاحب بشود و شب و روز ما را برای خودش تصاحب کند، اونها هم بعد از مرگ ما برای دیگران میمانند، موجب فتنه هست. عوض این که فرزندان ما با این مال و ثروت بیایند کار خیری انجام بدن، در اولین فرصت با خودشان درگیر میشن، موجب ناراحتی اونها میشود. رب العالمین ما را آفریده هست که ما اون ذات یگانه را عبادت کنیم. رزق ما را بر ذمه خودش قرار داده هست. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله تعالی می فرماید که من جن و انس را نیافریدم مگر اینکه مرا عبادت کنم. کسی که رب العالمین را عبادت می کند، در حقیقت اسباب رفاه و آسایش را برای خودش هم در دنیا و هم در آخرت فراهم می کند. و کسی که رب العالمین را عبادت نمی کند، به چیزهای دیگر خود را مشغول می کند که باعث غفلت و دوری رب العالمین می شوند، اون انسان اسباب نگرانی و استرام و پریشانی را برای خودش در دنیا و آخرت فراهم می کند. الله تعالی بزرگترین منتی که بر انسانها در کلام خودش ذکر می کند، انبیاء علیهم السلام هست. وجود انبیاء هست و خصوصا
حضرت رسول صلی الله علیه و سلم که به عنوان خاتم الانبیا هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم بگونه ای زندگی کردند که حقارت دنیا، بی ارزشی دنیا، ناچیز بودن دنیا هم در جلوی چشم خودش و هم در نگاه دانش آموزان قرآن، اولین شاگردان دانشگاه نبوت آشکار بود. سیدنا علی رضی الله تعالی عنه واقعی جالبی دارند. وقتی نماز تهجد میخوانند، نماز شب میخوانند، بعد از نماز شب مشغول اذکار میشن، مشغول دعا میشن، دست بر محاسن خودش میذارن، گریه میکنن، التجا و زاری میکنن به بارگاه رب العالمین و بعد متوجه دنیا و غفلت دنیا میشن که این مال و ثروت دنیا، این رنگهای گوناگون دنیا، این نعمتهای فراوان دنیوی باعث غفلت میشن، نگاهی به دنیا میاندازد و در حین دعا و زاری دنیا را خطاب میکند. ابی تشوفتی، ای دنیا تو عاشق من شدی، تو من را برای خودت انتخاب کردی، غری غیری، طلقتک ثلاثا، من شما را سه بار طلاق جدایی دادم، غری غیری، برو غیر از من را فریب بده، من عمرم را به تو نمی بخشم، من فرصتهای زیبا و فرصتهای گرانبها و فرصتهای پر ارزش خودم را به تو نمیدهم، غری غیری، برو کسانی دیگر را فریب بده.